خدمت همه بینندگان گرامی، امیدوارم که همواره شاد، موفق و سلامت باشید و اوضاع بر وفق مراد باشد. و تشکر از همه کسانی که از طرق مختلف ما رو دنبال میکنن، از ماهواره‌های مختلف، از کانال یک و همچنین جی ال ویز کانال یک و یوتیوب کانال یک، همه عزیزانی که در لایف شات هستند و برنامه رو از طریق یوتیوب میبینند. مهمان گرامی داریم امروز و فکر میکنم از تیتر برنامه قاعدتا همه با این مهمان گرامی ما آشنا هستند، جناب سیاوش اوستا، نویسنده و پژوهشگر با بیش از 120 جلد کتاب به زبانهای فرانسه، پارسی، انگلیسی و عربی و نزدیک به فکر میکنم 3000 مقاله در نشریات مختلف آفتاب شرق و خراسان. در 14 سالگی جالب نوشتن در روزنامه‌های خراسان نبرد ما و آفتاب شرق و یه سری روزنامه‌های دیگه که اگر بخوام دونه دونه اسم همه رو ببرم خیلی وقت می‌گیره. در 17 سالگی نخستین کتابشون رو به اسم مسخره‌های شهر ما منتشر کردن و در 21 سالگی بنیانگذار و سردبیر نشریه ارشاد بودند. و جناب سیاوش اوستای گرامی در خدمت شما هستیم. درود آش جان. یاسر جان من صدای شما رو ندارم. شما صدای من رو دارین؟ بله بله صدای شما رو ما میشنویم. بله صدای شما رو میشنویم. بله من معرفی مختصری از شما داشتم که گفتم خدمت بینندگان گرامی که با بیش از 120 جلد کتاب به زبانهای مختلف، 3000 مقاله و همچنین اولین کتابتون رو گویا در 14 سالگی منتشر کردید، در 21 سالگی هم بنیانگذار و سردبیر نشریه ارشاد بودید. در خدمتون هستیم. من مختصرا معرفی کردم چون معرفی عریض و طویلی دارید، خوشبختانه از نوابق هستید و به عهده خودتون میذارم که یک مختصرا بینندگان هر چند شما رو میشناسن. در خدمتون هستیم. درود بر شما یاسر عزیزم، آرزو دارم شاد و خوش و پیروز باشید. درود دارم به کارگردان برنامه آرش، بسیار خوشحالم که با شما مهمان یار هستم. از دیرباز میشناسم شما رو و خرسندم که با هم داریم گپی میزنیم. با شما هستم، هر پرسشی که داشته باشید. بزرگوارید باشه، افتخار ماست که در واقع در خدمت شما هستیم. خب چون شما خب چه از لحاظ ادبی و در یعنی از نظر ادبیات یعنی دستی بر آتش دارید و سالهاست تجربه دارید و همچنین در زمینهای مختلف، چون من دیدم کتبی که شما منتشر کردید در زمینهای مختلف هست، مخصوصا در زمینه ادیان و فرهنگ. سوالی که دارم برای در واقع در ابتدای برنامه در مورد فرهنگ کنونی است که حالا فرهنگ نمیشه گفت، شاید میشه گفت از بین رفتن فرهنگ ایرانی در بین جوانان است، با چون این خیلی بولد شدهش رو ما وقتی فضای مجازی در ایران همه گیر شد دیدیم، چه از لحاظ نوع ادبیاتی که مردم استفاده میکنند با غلط‌های املایی فراوان و حتی در کلام که بی‌پرواتر شدند و مردم شاید از نظر منی که حالا سنم یکم بالاتر است نسبت به نسل جوان کنونی، اینها رو من بی احترامی بدانم، در صورتی که طبیعی به نظر میاد توی رابطه هایی که اکنون هست. میخوام ببینم چقدر از نظر شما تفاوت فرهنگی داریم و آیا رو به بهبود میریم یا خیر؟ پرسش بسیار جالبی است. من از همون تقریبا 40 سال پیش که 41 سال 42 سال پیش انقلاب سیاه به وقوع پیوست، یکی 2 سال نخست که در ایران بودم، تمام تلاشم این بود که نقد کنیم حکومت روحانیت رو و حکومت ولایت فقیه رو، که خب نشریه ارشاد ما نخستین نشریه بود که در ایران توقیف شد، یعنی بعد از انقلاب سیاه نخستین نشریه که توقیف شد ارشاد. یا بایستی عرض بکنم خدمتتون که آنگاه که من نام روزنامه رو ارشاد گذاشته بودم، هنوز وزارت اطلاعات و جهانگردی که از زمان پادشاه به جای مانده بود در دست روحانیون تغییر نام نکرده بود که بشتر بذار اسمش رو وزارت ارشاد. وزارت ارشاد بعد از این شد که ما مدت ها نشریه ارشاد رو منتشر میکرد. نشریه ارشاد اون موقع در ایران هنوز، چون الان هم امکان پذیر نیست، چون موقع هم امکان پذیر نبود که با اسلام برخورد جدی بکنیم، ما به جای اسلام گذاشته بودیم روحانیت و با روحانیت برخورد جدی داشتیم
به گونه که حتی خود خمینی در یکی از سخنرانیاش همون روزهای نخست انقلاب، کتاب من که منتشر شده بود با عنوان اسلام منهای روحانیت و من در همونجا حضور داشتم، رفته بودیم اونجا، ایشون شدیداً حمله کرد به اسلام، کسایی که میگن اسلام منهای روحانیت، و تهدید کرد که من خیلی ترسیدم اونجا، راستش بخواد در فیضی بود. و از اون موقع تا به امروز که ما هدفمون این بود که یک بازگشت به اندیشه های کهن ایرانی پیش از اسلام باشه، تا به امروز که من با شما نشستم مهبانیار، جناب آقای یاسر نازنین، میخوام بگم که من با مهری از دان پاک شادمان هستم، چون پیروزی از آن ملت ایران و تاریخ کهن و 7000 ساله تمدن آریای ایرانی بود است. به دلیل اینکه اون موقع که در همین خارج از کشور دیگه ما فرار کردیم سال 81 دیگه در ایران نبودم، اومدیم و بعد تلاش خودمون رو شروع کردیم برای شناساندن فرهنگ‌گرا، وقتی که ما از فروهر صحبت میکردیم و یا از خردگرایی صحبت میکردیم، روزنامه کیهان تهران، آقای شریعت مداری میگردوندش، معرف حضورم است، این یکی از کتاب من چون عنوانش بود دینداری و خردگرایی، این واژه برای اینها انقدر بیگانه بود که نوشته بود فلانی کتاب نوشته به نام دینداری و خرگرایی. جالبه که من خودم بهش زنگ زدم گفتم با اون موقع که هنوز صدای ما رو نمیشناختن از راه دور، رادیو تلویزیون به اون حد نبود که صدا بشه، زنگ زدم بهش گفتم بس که یک اشتباهی کردید این مقاله که نوشتید در تو با دیداری و خرگرایی. گفت نه چه اشتباهی؟ گفتم اشتباه تو تیتر نیست. گفت نه. گفتم اون خرگرایی؟ گفت بله، یارو نوشته خرگرایی. گفتم جدی میگی؟ یعنی تا این حد شما در نظر بگیرید که صاحب یک کمپانی بزرگ رسانه‌ای کیهان شریعت مداری، موقع دکتر مسکوازدم اینجا پیش خود من بود، اینجا تشریف داشتن که با هم دیگه مطرح می‌کردم همین، و بعد فروهر رو که ما مطرح کرده بودیم، یاسر جان فروهر رو فکر می‌کردن، چون موقع خانم لیلا فروهر بعدا اومد پاریس پیش ما بود، همکاری داشتیم با هم دیگه، فکر می‌کردن منظور از فروهر فروهر و لیلا فروهره. یعنی ولی امروزه شما می‌بینید که فروهر بر بدن بچه ها نقش بسته، جدا از که بر گردنشون هست ازش استفاده میکنن، این عنوان یک نماد و نشانه بازگشت به خویش و از همه مهمتر تاریخ 7000 ساله. وقتی که ما شروع کردیم به انتشار سالنامه 7000 ساله، خیلی ها خورده میگرفتن که آقا 7000 سال رو 2500 سال شهرز قبول نکرده بودن شاهنشاهی، اینشون آورده 7000. بعد ما از همون موقع شاهدیم که هر روز در ایران آثاری از شهر سوخته گرفته تا سیرک کاشان گرفته تا حتی در خود قلب تهران چند وقت پیش آثاری به دست اومد از تاریخ کهن 7000 ساله ایران که خودشون میگن 7000 سال قدمت داره، بعد در تاجیکستان، در اسرائیل آثار تمدن 7000 ساله ایرانی پیدا شد. و این از همه مهمتر نقد به دین و این که دین به ویژه دین تازیان، دین صحراگردان که با زور شمشیر اومد و مردم ما رو مسلمون کرد، این هم به گونه است که امروز در ایران ملت ایران که هیچ، فرزندان خود این رهبران نظام اسلامی نیز به دین هستن، یعنی اسلام رو رها کردن و میبینیم که مقید نیستن اصلا، و حتی در نقدها اینها رو پیدا میکنیم، از همه مهمتر در میان کشته ها قربانی شدن، کشته شدن، مثلا پسر حسن روحانی که رئیس جمهور ایرانی، میدونید اسمش فریدون بوده، پسر ایشون محمد رو 20 خورده سال پیش با کلت کمری پدرش در پادگانی که خانه اینها بوده کشته میشه. تا به امروز هم از حسن روحانی نیومده دلیلش میگه، ولی دلیلش من به شما میگم، دلیلش این بود که این شدیدا مخالف پدرش شده بود و جوانی بود که عاشق یک دختر زرتشتی هم شده بود، با اندیشه زرتشتی آشنایی پیدا کرده بود و عاشق و علاقمند اندیشه زرتشتی شده بود، و بعد از اون چون گفتم داخل خود نظام، نمونه دیگه که داریم احمد رضایی است، روانشاد احمد رضایی که سالها در لس آنجلس بود و همه دوستان لس آنجلسی اونو میشناسن،
و مصاحبه‌های زیادی کرده، گفته‌های بسیاری ازش هست که اون هم شدیداً نقد اسلام، نقد ولایت فقیه و گسستن از این دین تازیان و بازگشت به خویش ایرانی آریایی و از این نمونه ها بسیار بسیار هست و اینها موجب خرسندی سیاست جان. یعنی امروزه که من اینجا نشستم با شما دارم سخن میگم، از این نظر که اسلام دفن شده به عنوان یک دین در میهن و اونایی که در میهن هستن اسمشو میارن کارشو میکنن از ترسشونه، از ترسشونه و یا از مصلحتشونه، به مصلحتشونه. و میدونیم که جرم سنگینی نیست که کسی بخواد بگه من از اسلام اومدم بیرون اینا، ولی تا پاشون هر کس میذاره بیرون و حتی در داخل خود کشور نیست، ما میبینیم که تا جایی که بتونن مردم این نبرد با تفکر تازی و صحراگردان رو دنبال کرده میکن. من بسیار خرسندم و بسیار از چند نسل، معمولا یاسر جان هر 20 سال میگن یک نسل میاد، ولی من بر این باورم که هر 10 سال یک نسل میاد با این تکنولوژی جدید. الان 4 دهه گذشته از انقلاب سیاه اسلامی و این 4 دهه 4 نسل اومده، هر نسل روشنتر، آزادتر، آگاهتر و میهنگراتر و خردگراتر از نسلهای پیشین بوده و این فردای خوب و نیکی رو برای ما رقم خواهد. خب همینجور که فرمودین، تلاش های فکر میکنم کسانی که دین مردم رو با اصل دین در واقع آشنا میکرده، حالا نمیخوام بگم دین ستیزی، کسانی که مردم رو با مخصوصا به اون واقعیت دین اسلام آشنا میکردن، از جمله شما، نقد دین از جمله شما، تلاش ها خوشبختانه به این نشون میده که به ثمر نشسته و جمهوری اسلامی هم خودش مزید بر علت بوده، با عمل کرده بعدش اتفاقا کمک کرده که اینکه مردم واقعا متوجه بشن که اصل قضیه چیه. اما در این چند وقته، یعنی در این سالهای اخیر، میبینیم جمهوری اسلامی برای حفظ خودش جست گریخته گریزی میزنه به تاریخ قبل از اسلام، هرچند که کاملا نفی میکردن، یعنی با به شکل بسیار بدی از دوران ساسانیان یا هخامنشیان نام میبردن. دیدین توی کتابهاشون هم هست، سخنرانیاشون هست که چه نسبتهایی به کوروش میدادن یا خسرو پرویز یا دوران ساسانیان. اما فکر میکنم به دلیل ضعفی که در مدیریتشون داشتن برای اینکه بتونن مردم رو جذب بکنن، جست گریخته به نگاهی هم به تاریخ قبل از اسلام دارن و کاری رو که امثال دوستانی مثل شما که در طول سالیان دراز انجام دادن و تلاش کردن مردم رو واقعا آشنا بکنن با تاریخ قبل از اسلام و ایران قبل از اسلام، اینها دارن الان این کار رو میکنن و آدمهایی هم دارن جست گریخته در فضای مجازی در بیرون از ایران که این وظیفه رو هم نسبتاً برای به عهده دارن که نشون بدن، برخی از مقایسه ها رو میکنن، خامنه‌ای رو مقایسه میکنن با اشخاصی در قبل از تاریخ ایران و همچنین کسانی رو شبیه قاسم سلیمانی رو میگن که حالا نمونه های قبل از تاریخ اسلام میارن. آیا از نظر شما این خوبه، این حرکتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده حتی برای سوء استفاده، یا نه شما چون خیلی میگن خب همین حرکت ها میتونه جای تقدیر داره که اینها حتی برای سوء استفاده هم به تاریخ قبل از اسلام گریزی میزنن و ایران واقعی رو مجبورن بپذیرن؟ خیلی ها میگن نه ما نمیپذیریم از اینجور آدم هایی، چون تجربه نشون داده که اینها فقط به قصد حضور خودشون و در قدرت ماندن این کارو میکنن. نظر شما که والا سالهاست در این راه در روشنگری میکنید، آیا میپسندید این حرکت جمهوری اسلامی را یا کلا نفی میکنید؟ یاسر جان اینجا 2 مورد هست بایستی عرض بکنم. یکی این که هر از چندگاهی که سیستم و نظام پلید اسلامی میاد متوسط میشه به یک سری شعارهایی که ما میدیم، اینها 2 تا خط دارن. یکی این که اون خط اطلاعاتی اینها هست، وزارت اطلاعات، برای به دست آوردن افکار مردم همونطور که شما فرمودین، یعنی یک توطئه است. ولی یک راه دیگه هست، اون یک تیم دیگه هست، یک افراد دیگه هست که اصلا روز نخست انقلاب سیاه تا به امروز بوده، اون تیم نفوذی های اندیشه های آریایی بوده. یعنی نفوذ کردن هست، سوء استفاده اون هم هست. یعنی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، من با آگاهیتون برسونم، وزارت اطلاعات که اون اطلاعاتی که علوی میگردونه یا آقای طائب میگردونه، این دوتا وزارت اطلاعات که مال سپاه، مال دولت
روحانیه که این دوتا اصلا جناح چپ و راست دوتا بال، بال یک کبوتر هستن. میگن جناح به عربی یعنی بال، دو بال یک کبوتر هستن، هر دوتاشون برای حفظ نظامشون هستن، چه روحانی و علوی تبار وزیر اطلاعاتش، چه خامنه ای و آقای طایب. ولی اینجا خود خامنه ایش تبدیل شده به رهبر یک جناح، دیگه اون رهبر نظام نیست. مغز نظام همون اسمی که میخوان نگه دارن. حالا اینا هر دوتاشون از اسم بگن، ولی همواره نفوذ بوده. از نخستین روزی که انقلاب سیاه نشست، من یک نشستی داشتم با یکی از رهبران اپوزیسیون، همون موقع روان شاد کشته شد، الان دیگه نیست، خانم اشرف ربیعی و آقای موسی خیابانی. در اون روزهای نخست من مطرح کردم به اینها که شما باید نفوذ کنید در ارگانهای قدرت و اون جایی که لازم هست بزنید اون افرادی که بتونیم به آزادی دست پیدا بکنیم. یعنی نفوذ یک مسئله مهمیه، نفوذ مسئله مهمیه که الان خود رژیم داره بهش اعتراف میکنه. ما نفوذ در نظام، یعنی وقت میگم ما یک حزب سیاسی نیستیم. همین اندیشه که شما فرمودید، همین اندیشه و تفکر آریایی اوستایی، این اندیشه از روز نخست تا الان نفوذ خودشو داشته. همچنان که وقتی که من سال 1985 اومدم علی شریعتی رو نقد کردم، علی شریعتی که بت بود و تقریبا 90 خورده درصد مردم ایران خر علی شریعتی شده بودن در رابطه با انقلاب سیاه اسلامی اینها، وقتی که من سال 1984-85 شروع کردم به زدن علی شریعتی و نقد علی شریعتی، ما دیدیم نزدیکترین افراد به علی شریعتی که مجموعه آثارش در می آوردن از اون جدا شدن، چه برسه به ملت ایران. و بعد نفوذ این اندیشه نوین آریایی که مطرح شد، من اینجا میخوام یادی بکنم از رفیقم، برادرم نازنین مهربانیارم، دکتر کوروش آریامنش که دیگه نیست، کشتنش در پاریس، رضا مظلومان مشهور بود و به خرسند ستم دیده اول تبدیل نام داد در ایران، بعد اینجا کوروش آریامنش. ما اونجا شعارهایی که میدادیم از نخست این بود که نام ایرانی، اندیشه ایرانی و فکر ایرانی رو ما بایستی و زبان فارسی رو ما بایستی تبلیغ و تشویق کنیم. اینها همه اون شعارها اون موقع ما الان به وقوع پیوست. ولی عناصر نفوذی ما همچنان که همه دنیا وقتی که ازش بپرسید همه جا نفوذی دارن. الان توی ایران ترکیه نفوذی داره، عربستان سعودی داره، آمریکا داره، اسرائیل هم که خودش همه دارن. وقتی همه اینها دارن، ما هم همیشه عناصر نفوذیمون بودن، کار کردن. حتی یک نفر رو در چند سال پیش، حدود 25 سال پیش اومده بود، فقط اسم کتاب من آورده بود، دینداری و خردگرایی، محکوم به اعدامش کردن با اینکه طرف آخوندم بود و بعد مجبورش هم کردن که پس بگیره و چه و چه. خب نفوذ ما هم، شما هم نفوذ داشتیم. اون عناصر نفوذی ما که از نظر اندیشه باور بودن، ولی میدونید یاسر جان در طول تاریخ از زرتشت گرفته تا هر فیلسوف و خردمندی که اومده، اول تلاش کردن نفوذ کنن به قدرت. از قدرت تو بتونی کار خودتو پیش ببری، قدرت رو جاش بشینی، اونو بندازی کنار، به مراتب خونریزی کمتر هست. ما مزدک رو داریم، مانی، حتی مانی مزدک و موسا رو ما داریم، موسا میره پیشمون، عیسی مسیح به قدرت میره، اول میره پیش صاحبان معبد، میره پیش با فرمانده رومیان بحث میکنه و غیره، که حتی سمپاتی به عیسی مسیح پیدا میکنه. این نفوذ همیشه بوده. یکی از نفوذهای دیگه ای که من میخوام الان اسمش بیارم اینجا، که ما هم همون موقع تقریبا به دوستان خودمون اعلام کردیم، گفتیم این نفوذیش از ماست، و ما هم دیدیم که همونطور هم که فکر میکردی عمل کرد، رحیم مشایی بود. رحیم مشایی بایی که در کنار احمدی نژاد بود، ولی از همون روز نخست علی خامنه ای با معاونتش با هر پستی که بهش دادن مخالفت کرد و خواست از همون روز نخست حتی حکم حکومتی صادر کرد که اینو بندازه. این افراد نفوذی الان هم در ارگان‌های مختلف قدرت هستن. متوجه نشدم به جناب اوستایی گرامی، رحیم این اندیشه کهن آریایی، ولی همونطور که شما گفتین خود وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز سوء استفاده میکنه، و در وزارت اطلاعاتش که اون زیر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام
استراتژیک به اسمشو میذارن، اون استراتژیک که تعیین میکنه که همین حسن روحانی پیش از اینکه رئیس جمهور بشه سالها رئیس اون استراتژیک اینها بود، اون وزارت اطلاعات اصلی است که هم سپاه رو وزارت اطلاعات رو میگه، هم این وزارت اطلاعات رو میگردونه و اونها 42 تا بیغو دارن. زمان شاه فکر کنم 8 یا 9 رکن بود، ارتش 8 و 9 رکن داشت، یکیش اطلاعاتی بود. اینها 40 خورده دارن که اینها همه افراد، گروه ها و تشکیلات رو خوب شناسایی کردن، با افکار و اندیشه هاشون آشنا هستن. وقتی که مثلا میخوان با من تماس بگیرن، میبینم حرفایی که من 30 سال پیش گفتم، 40 سال پیش دادم، این بابا حفظه، چون تو کامپیوترشون دارن. اینها مامور اطلاعاتی هستن که میخوان بیان بگن که آره ما هواداریم، ما چه هستیم، ما توی این خب قطعاً با آشنایی کامل میان، یعنی به پیگیری میکنن. بله، همونطور که تله انداختن دکتر کوروش آریامنش رو، چون من تنها کسی بودم که رفتم پیکر تیر خورده دکتر کوروش آریامنش رو دیدم که 3 تا تیر کسی زده بود که میومد پیشش و میرفت اون جیهونی میآورد قاتلین رو میبرد. یعنی اینها با شناخت کامل داشتن از اندیشه و افکار همه گروه هم میتونه. حتی سعید امامی رو سخنرانی های پیش از کشته شدنش که ببینید، میگه با همه جا نفوذ داره، حتی در بالاترین ارگان ها و اپوزیسیون قوی مقتدر خودش میگه ما نفوذ داریم و ثابت هم میکنه. اونا نفوذ دارن، ما هم نفوذ داشتیم و داریم و همیشه بودن افرادی که بعد میاد تو نره. شما اگه بخواید به قدرتی رو سرنگون کنین از طریق خود قدرت، باید به قدرت نزدیک بشین. چون ملت ما همیشه در طول تاریخ انقلاب ها رو تجربه کرده، تغییر قدرت رو از طریق کانال قدرت و نزدیک شدن به قدرت هم تجربه کرده. تمام سرداران بزرگ ایرانی که در طول تاریخ از فردای اسلام اومدن و جنگیدن با تازیان، این کار کردن. از جمله از همه اینا مهمتر اصلا ساختن تشیعه، چون ساختن تشیع، همه سمبول های تشیع الان دیگه ما نباید کار کنیم، قبلا کردن تموم شده رفت، حالا دیگه معتقدم که این کار نباید کنیم. همه سمبول های تشیع زرتشتیه، فاطمه زهرا آناهیتا است، علی یک آدم جنگاوری بوده، صورتش پر از زخم و چه و چه، اینقدر خوشگل قشنگ میذارش، مهر است، میتراست، 12 امام امشاسپندان ما هستند. در مورد مسیح هم همون شخصیتی که شاید از مسیح به عیسی مسیح توصیف میکنن، همون آینه میتایید بزنید. امامت، وراثتی پادشاهی، پادشاهی وراثتی و غیره و غیره است. این هر اینها حتی به این طریق هم مبارزه کردن. و یکی دیگه از نکته‌ای که یاسر جان بگم و به پرسش بعدی شما در خدمتتون باشم، اونی که شما ببینید ایرانی‌ها حتی از اون روز اول اومدن اسلام رو زدن، از اون روز اول میگه اشهد ان لا اله الا الله، بعد میگه اشهد ان محمد رسول الله. رسول از رساله میاد، یعنی نام رسون، یعنی پیام رسون، یعنی اون پیغمبر، یعنی یک کامپیوتر، یعنی یک آدمی که تو بهش هر چی بدی میبره. و تا اینجا ارزشی نیست طرف، یک عاملی. بعد اومدن علی رو، چون میتراز، چون اندیشه اوستاییست، خود علی نه، همون که اینا جاش گذاشتن، علی رو میگن و اشهد و ان علی ولی الله، یعنی حاکمیت، چون علی جای میترا گرفته، مال میتراست. و بعد موارد دیگه که الان وارد این مبحث نمیخوام بشم، خلاصه نفوذ کردن کار ما هم بوده طی 7000 سال در تمام قدرت ها. برای همین هم بوده یاسر جان که شما ببینید 7000 سال ایران در تازش بوده از زمان ایلامیان. ایلامیان یعنی ایرانیان، ایلام همون ایران ماست. از ایلامیان که بر اساس تفکر میترا پای گذاشت تو حکومتش تا به امروز همیشه به ما حمله کردن، همیشه ما رو مورد هجوم قرار دادن، همیشه ما رو تکه تکه کردن، ولی همیشه مثل ققنوس ما سر در آوردیم. این همین خردمندانی بوده که بیشتر نفوذ کردن که تونستن حفظ بکنن. این عناصر نفوذی ما به مراتب کارهایی که کردن فراتر از حتی کارهایی بوده که در خارج از کشور میرفتن پناهنده میشدن به رام، به این ور، به اون ور که برن حمله کنن، با سپاهیان بگیرن. اون عناصر نفوذی مقتدر عملکرداشون بیشتر بوده برای بقای و حفظ ایران تا به امروز. وقت متاسفانه جمهوری اسلامی هم از همین نفوذ در اپوزیسیون به خوبی فکر میکنم استفاده کرده و تا جایی هم که تونسته
اهدافش رو پیش برده، اما بعضا دیدیم که اپوزیسیون باهوشتر بوده و متوجه شده که چه کسانی در واقع شاید نیروهای نفوذی باشن. حالا وسط صحبت ها من بالا چون اسم قاسم سلیمانی اومد، یک موضوعی اومد توی خاطرم. یادم چند سال پیش توی برنامه های تلویزیونی خودتون اشاره کردید و مشخصا چند وقت پیش در یکی از تلویزیون هایی که به اسم امید جاودان برنامه داشتید، یعنی مصاحبه داشتید، که توی این مصاحبه شما در مورد قاسم سلیمانی صحبت کردید و عمل کردش و همچنین گفتید که به زودی قاسم سلیمانی رو از سر راه بر می‌دارن. فردا از قاسم سلیمانی ترور شد، یعنی کشته شد به نوعی همون شب فردا نه همون شب. آره من دیدم همون شب قاسم سلیمانی رو زدن. یکی اینکه می‌خواستم ببینم اولا رو چه حسابی، حالا نمی‌خوایم بگیم چون به پیشبینی نیست، شاید به نوعی پیشگویی نیست، به نوعی پیشبینی است، چون آدم رصد میکنه اتفاقات پیرامونش رو و نتیجه میگیره، این نتیجه میتونه درست باشه یا غلط باشه، این تحلیل میکنه. خواستم ببینم چطور شما به اون نتیجه رسیدید و بعد از اون هم در مورد ترور این همرزمش یا در واقع محسن فخری زاده هم اگر توضیحی بدید در جریان هستید ممنون میشم. بله یاسر جان نخستین که همونطور که مثال دادم در ابتدا، اندیشه اهورای آریایی اوستایی از روز نخست نفوذ خودش رو همه جا داشته. من مثال براتون زدم، فرزند فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی فرزند رضایی، و مثال زدم براتون فرزند رئیس جمهورشون و جیمز باندشون که مرکز استراتژیک رئیس بود بعد حالا شده رئیس جمهور، که اینها اوستایی میاندیشیدن و در لس آنجلس یاران بسیار شاهد بودن که هرگاه من میامدم لس آنجلس، به ویژه اگر امضای کتاب داشتم در پیش شرکت کتاب دوست ناز برادرم بیژن خلیلی، بله، همیشه احمد رضایی یک ساعت قبل نیم ساعت قبل میامد پیش شرکت کتاب پیش بیژن عزیز و که منو ببینه قبل از اینکه مردم بیان، و با یعنی ما باهاش پیوند بود. همین پیوند با بچه روحانی بود که کشته شد. همین پیوند از این برم شما بگه شاهزاده علی رضا پهلوی، موسیقی میخوند و ویولن خیلی خوب میزد و و و. ولی از هنگامی که با کتابای ما آشنا شد و از پس از حتی جانفشانی لیلای عزیز، مسیر زندگی و تفکر و تحصیل شاهزاده علی رضا پهلوی هم عوض شد و رفت ایشون اندیشه های کهن آریایی ایرانی رو خوند، زبان های پهلوی رو یاد گرفت و کتاب مینوی نوشت که الان منتشر خواهد شده غیره. این نفوذ اندیشه ما همیشه حضور داشته و وجود داشته. خیلی از مواردی که توی 40 سال ما گفتیم به وقوع پیوسته هم تحلیل بوده هم خبر بوده. ما از سال 2015 خبردار شدیم که قاسم سلیمانی معامله شده و میخوان بکشنش. یعنی عربستان سعودی گفته من به شرطی وارد صلح میشم با جمهوری اسلامی، چون میدونید اعراب آقای یاسر قبیله‌ای هستن، مثلا الان هم مثل صدام و عراق که همین الان داره ایرانی ها رو قتل عام میکنه و میکشه، چون قبیله، یعنی شما یکی رو که از قبیله بکشی جنگ قبیله است، خون میریزه، باید انتقام بگیر از او بالا. اینها قاسم سلیمانی چون پس بعد از اون که جریان جنگ ایران و عراق رو به رفع ایران به هر حال تموم شد و در عملیات بزرگ بسیاری اون شرکت داشت، حتی قفقاسان کار او بود که کشته شدن، سپاهیان بسیاری رو او ساخت، حالا کار نداریم، در جنگ ایران و عراق اون نقش مهمی داشت که رضایی و غیره رو همه میگن. بعدم داعش رو نابود کرد که داعش درست شده بود که ایران رو تجزیه کنن، برای تجزیه ایران اصلا داعش درست شده. وقتی که عربستان سعودی شرط گذاشت که باید قاسم سلیمانی رو حذفش کنین، امریکا هم گفت به ما باید تحویلش بدین، تحویل ما بدین. توی مذاکرات برجام من اینو سال 2015 اعلام کردم. دو سال بعد از ما آقای محمود نبویان که الان تو تهران وکیل مجلسه، ایشون اومد سند نشون داد و گفت بر اساس این سند قید شده که قاسم سلیمانی میخوان تحویل بدن. خب پیدا بود که جمهوری اسلامی که نمیاد قاسم رو تحویل بده میکشنه. و بعد از همه مهمتر
ما همواره اینو گفتم، همواره گفتم که بعد همونجا تو برنامه من گفتم، گفتم پس 2015 5 سال گفتم تو رو میکشنه، پیش از این که تو رو بکشن ساده لوحی نکن، به نفع مردم ایران وارد عمل بشو. حالا کار نداریم شعارهای رضا شاه رو می کردم برای سرکوب مردم. آفرین شما یاسر جان، نه تنها شما، ببینید اینجا قصد عرایز من هنوز تموم نشد. خواهش میکنم شما بگم که هنوز تموم نشد پاسخ برسه. بله همینجا این رو به شما جواب بدم، این سخن شما که الان همه هم میگن، شما میدونن ریشش از کجاست؟ ریشش از عمر کرده قاسم سلیمانی. میدونین بر اساس چه سندی الان شما گفتی؟ خود شما نمیدونین؟ میدونم نمیدونین. میدونین سند چیه؟ به خاطری صحبتی است که خود قاسم سلیمانی کرده بود در گیریای عراق، گفته بود به ما بسپارید، ما مثل ایران تظاهرات ها رو جمع میکنیم. خب بر اساس صحبت خودشی که نده. حالا منم نمیخوام از قاسم دفاع کنم، چون اگه شما بشین عرایض من تموم بشه به اینجا نمیرسید. بفرمایید. این مطلب رو جعفری مطرح کرد، فرمانده سابق آقای بله. جعفری مطرحش کرد. جعفری کسی بود که توسط قاسم برداشته شد و جعفری اومد گفت که ایشون همیشه تو صحنه بود و ایشون حتی سال گذشته تو قطره هم شرکت داشت. اینو فرمانده سپاه اومد گفت، یه فرمانده سپاه یه حرفی زد بعدم شد، بعدم همینا بر اساس همون گفتم گفتن هاست. حالا به همین خاطر بعدم الان یادتون نره، چون توی امریکا قاسم آدم ممنوع است. من خودم به همه بچه ها توصیه کردم که هیچ لازم نیست از قاسم دفاع بکنه، چون توی آمریکا تا وقتی که آقای ترامپ هست اگه این کار بشه یه جرم محسوب میشه، به خاطر اینکه ایشون اصلا که از بخاطر همین خیلی از دوستان توجیه قضیه مسئله این نیست. بعد عرضم تموم نشد رو قاسم که شما رسیدین به این مرحله که گفتنید. شما برعکس میتونین صحبتاشو گوش کنین که میگه قرآن واسه رو تاخچه خوبه، میگه که با مراجع تقلید نشسته جلوش هم مراجع تقلید، میگه که یک شهید از هزار تا مراجع تقلید چیزش بیشتر، اینا صداش هست. حالا من نمیخوام ازش دفاع کنم، من هدفم این بود، خواستم این رو شما بگم، خواستم این بگم که ما همیشه بایستی تلاش کرده و بکنیم که هر چی میتونیم از سپاه دشمن بکاییم به نفع ملت ایران ازش استفاده کنیم. اونم اینه که من گفتم وقتی که بمیشه اینو زدن که ما از قبلم گفتیم میخوام بزنن فیلم بادیگارد رو درست کردن که اینو ترورش کنن، بعد خودش رفت پیش خامنه ای گفت آقا جان ما رو نمیخوام اینجوری مثل بادیگارد ترور کنم، من میخوام بزرگ بمیرم. تو مرگش هم خودش انتخاب کرد. من گفتم که آقا وقتی خود رژیم جمهوری اسلامی از خامنه ای گرفته تا روحانی بر اساس گفته آقای پرزیدنت دونالد ترامپ اینا موافقت کرده بودن با کشتن این، ما این الان باید یه پیلن عثمان کنیم، بابا خود اینا این رو کشتن، این پیلن عثمان رو اون 20 میلیونی که ریختن تو خیابون بر علیه خامنه‌ای کنیم، بر علیه روحانی کنیم. من هدف اصلیم این بود که ما به جایی که الان یه دی پاسدار اومدم یاسر جان، پاسدار تیر خلاصی میزدیم، این پاسدارا خودشون تو سپاه سازی دست داشتن، یعنی آفرینش سپاه تو وزارت اطلاعات دست داشتن، الان اومدن اونجا رفیق من و تو شدن میشینن اونجا. نه هست جناب میگه مشخصا جناب سازدارا اینجاست دیگه، از بنیانگذاران سپاه پاسدارا بودن. ما میتونستیم ازش استفاده کنیم. 26 میلیون براش اومدن، خامنه‌ای وقتی که فراخوان میده 50000 نفر هم نمیاد، اون 50000 نفر هم با اتوبوس میارن، همه مزدورن، همه حقوق بگیران که میان، ولی برای اینکه خودجوش مردم اومدن گفتم ما این رو پیرن عثمان کنیم، بابا که رژیم اینو زد کش، همه اینا رو میریزیم رو سر رژیم یک شبه نابود میشد، 20 میلیون میریختن سرش. هدف این بود که ما هر چی میتونیم از توپ دشمن، از گلوله دشمن، کوچیکاش حتی ازش بگیریم، چه برسه بزرگه، یارو مورد کشتنش دیگه. حالا که بعدم آقای یاسر عزیز، خود پرزیدنت دونالد ترامپ وقتی که گفت قاسم سلیمانی مادر فلان بود، تو همون صحبت بعدش میگه که این در 120 در بیش از 100 کشور نفوذ داشت، حاکمیت داشت و خود سران رژیم جمهوری اسلامی خوشحال شدن ما زدیمش چون برای خودونا مزاحم بود. یعنی این شما 100% بدانید که اگر خامنه ای و روحانی مخالف زدن قاسم سلیمانی بوده اینا نمی زدنش، اونا موقعی زدن که این دیگه برای اینا مزاحم شده بود و به هر حال مواردی بود که میخواست همونطور که شما فرمودید بله زمزمه هایی بود در این من گفتم
این باید گلوله رو بره تو سر خامنه ای بزنه، بله. 7 ساعت قبل از کشته شدنش بود. گفتم اینو میذارن میکشن، این باید بره الان هفتیرش رو بزنه تو سر خامنه ای. 15 روز قبلش هم من تو برنامه های خودم گفتم، 5 سال قبلش هم با سند گفتم که تو رو میکشنت، برو بزن اینا رو. بله اون خامنه ای بهش قول داده بود که من که بمیرم تو ولی فقیه میشی. خرش کرده بود دیگه، خرش کرد. هدف من دفاع از کسی نیست، هرگز هرگز. الان رحیم مشاهیر هم که میگم دفاع شخصی نیست، من میگم هر گلوله که الان همه جا اینا پرن، اطلاعاتی رژیم الان همه جا پرن، اپوزیسیون خودتون گفتین چه کرده، بله. همه اینا اطلاعاتی هم این برگوبر. خب اینجا که من برداشت کردم از صحبتاتون جناب عبسای عزیز، ولی اونی که کشته شده ما میتونستیم از کشتش پیران عثمان که جریانش مردم میدونن چیه، بله. پیران عثمان رو زدن کشتن، بعد معاویه گفت پیران علی کشته، بعد کل گفت علی کشته. الان 14 قرن جنگ داخلی تو اسلام ادامه داره. ما میتونستیم این 14 قرن طول نکشه رژیم رو ساقط کنیم، بگیم تو زدی اینو کشتی. خب که واقعیت اینجوری که من متوجه شدم از صحبت های شما، پس هدف شما به قول شما، هدف شما دفاع از عملکرد قاسم سلیمانی نیست، در واقع خواستید این رو به این گونه جلوه بدید که علیه خود جمهوری اسلامی در مبارزه استفاده بشه. چون خیلی هم همین، مخصوصا الان تو دوستانم خیلی هم این شبهه براشون ایجاد شد که از قاسم سلیمانی دفاع میکنن به عمل کردشون. همونجور که توضیح دادید در واقع این یک نوع دفاع، یعنی یک نوع حمله است به سوی خود جمهوری اسلامی که بله به سوی خود نظام که در واقع از این حربه استفاده بکنیم جهت مبارزه با نظام. بسیار عالی. نظرتون در مورد این دانشمند هسته‌ای چیست؟ که ببینید ما موفق شدیم. یه نکته من میخوام بهتون بگم. بفرمایید. یک نکته اینه که اینها روی سنگ قبر قاسم نوشته بودن سرباز ولایت قاسم سلیمانی. من چون دستخط قاسم رو داشتم که به زنش نوشته بود، منتشر کردیم ما اینا رو همون روز. یک دستخطش داشتم که چند ساعت قبل از کشته شدنش به دخترش می‌نویسه، یک دستخط هم به زنش. تو دستخط زنش می‌نویسه که وقتی که من کشته شدم فقط بنویسید سرباز قاسم سلیمانی، نه پاسدار، نه سردار، نه هیچ. اینا که نوشته بودن رو سنگ قبرش سرباز ولایت، بچه‌ها توی ایران خارج یک چهل روز گذاشتن تا جایی که رژیم مجبور شد روز چهلمش سنگ قبر رو عوض کرد. الان سنگ قبر سفید بود، اون موقع سیاه بود، سیاه برداشتن یه سفید الان گذاشتن. روز سفید دیگه ننوشتن سرباز ولایت، نوشتن سرباز، همون چی خودش گفته بود. حالا اینجا من تو پرانتز بگم که خیلی الان در نظام جمهوری اسلامی همچنان که دشمنان سرسخت محمد رضا شاه پادشاه خردمند و بزرگ و آریای ایرانی ما، همه الان ازش عذرخواهی میکنن، از دوست بسیار عزیزم رهبر شرکای فدایی خلق دکتر اسماعیل خویی گرفته. شما تا دیگه هر که دیگه خیلی هم به خود من گفتن که میان عذرخواهی میکنن که اگه کاری کردن در رابطه با محمد رضا شاه، عذرخواهی میکنن واقعا. خب الان هم در داخل ایران خیلی هستن که پشیمانن از آن چه پیش آمده، ولی شوربختانه این نظام، چون یک یادمونم نره یا سه جای نظام استعماریه، این نظام دست علی خامنه‌ای و روحانی نیست، این استعمار جهانی پشت سر اینهاست، اینها رو نگه میداره، به جای اینها حرف میزنه، به جای اینها اصلا برایشون برنامه میده، میگه چیکار بکنیم، برای اینها اصلا جاسوسی میکنه. این نظامی که استعمار جهانی تا حالا تونسته به تمامی مقاصدش توی 40 سال برسه، و این تعویض سنگ قبر نشان داد که آقا پس از مرگش ما میتونستیم پیران عثمان کنیم و نظام رو بندازیم. هدف من این بوده همیشه، همیشه هم. البته من به چند تا دوستان بسیار عزیزم که مهم هستن در لس آنجلس گفتم این رو ما میتونیم به نفع استفاده کنیم، اما چون شوربختانه دستور سانسور اومده بود از کاخ سفید در این رابطه، و الان میدونید توییتر، اینستاگرام، از بن لادن شما میتونید هر کار میخواید بکنید، ولی یه تا قاسم بذاری حذف میشه، نمیمونه. و ما هم نمیخوایم که برای بچه‌ای که تو امریکا هستن، دو ملیتی هستن، چون سوگند یاد کردن که به امریکا وفادار باشن، چه بشه و چه بشه، در این مورد موردی نبود بچه‌ای امریکا. ولی البته توضیح من بدم اینجا، من میتونستن اینو استفاده کنم برای زدن رو بشه. این توضیح من بدم اینجا که خب حالا بحثی که میگید در مورد قاسم سلیمانی و نگاهی که دارن، میگن خیلی ها به صلاح در واقع این کاری میکنن،
من مطمئن باشید اگر ذره ای جای دفاع داشت عملکرد قاسم سلیمانی دفاع میکردیم بدون هیچ ترسی، یعنی هیچ اهمیتی نداره در واقع چه اتفاقی قرار است بیفتد، نهایت میخواد یک کامنت و یک پست اینستاگرام و یوتیوب هست بکنه. اما اگر جای دفاع داشت قطعا این اتفاق میافتاد و این تلویزیون، و فکر میکنم من نوعی اینقدر شرافتم برام ارزشمند هست که اهمیت ندم قانون یا قانون که نه اهمیت ندم فضای مجازی یا قانون مدیای ایالات متحده چه صلاح میبیند برای من. با تشکر از توضیحاتتون. یک توضیح، وقت زیادی نداریم، ما نزدیک 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم. نظرتون رو میخواستم در مورد این دانشمند هسته‌ای به اصطلاح که در واقع ترور شد و در مورد چند و چون اتفاقی که براشون افتاد از نگاه شما چیست؟ آیا چون خیلی میگن کار اصلاحی بود، باز خیلی میگن کار خودشون بود، میخوام ببینم نگاه شما چیست؟ اولا دانشمند هسته‌ای بود نبود؟ چون هیچ مقاله‌ای یا هیچ کار علمی دیده نشده از این آدم تا قبل از انده بودنش، بعدش دیگه نمیدونم حالا مقاله ازش بدم بیرون که شما. بله محسن جان، ما 60-70 دقیقه صوت منتشر کردیم که مال 9 سال پیش بود درباره اینا رو دیدین توی یوتیوب؟ بله، که مستندهایی در مورد ایشون هست افشاگری میکنن، اونا کار شماست، یعنی شما پخش کردین؟ آره، اصلش اینه که از 9 سال پیش بله یکی از افرادی که از نزدیکترین افراد ایشون بود، احتمالاً میگن ایشون آقای فریدون عباسی است. فریدون عباسی رئیس انرژی اتمی بود و رئیس دانشگاه امام حسین بود، با همین آقای فخریزاده همکاری میکرد، الان وکیل مجلس در تهران. این دوتا با هم درگیر شده بودن و با خیلی های دیگه هم فخریزاد درگیر شده بود. یعنی فخریزاد یه پاسدار بود، یه دانشمند هسته‌ای نبود، یک پاسدار بود و پستی که بهش داده بودن اون پست دستش بود. و پیش از ایشون آقای فریدون عباسی، ایشون رئیس انرژی هسته‌ای ایران بود و رئیس دانشگاه امام حسین، که حتی فخریزاد پیش ایشون درس خونده بود، نه که درس بخونه، مثلا میره یا دکترا مکتری چیزی میخواد بگیره میره پیش این، حالا نمیخوام بگید مقصد. ولی از 9 سال پیش یک صوتای اسنادی در رابطه با مسائل مالی فرزندان ایشون، موارد دیگه ای که حتی مثلا سحر دختر حامل پسر ایشون تو ماشینش تصادف میکنه میمیره، متوجه میشین؟ مثل خیلی از این مرگایی که حالا پیش میاد دیگه. حالا بعد ایشون میره خواستگاری خواهر سحر، میگن بابا دختر ما تو پریز کشته شد، ما تو بعدی خواستگاری. این همه مسئله اصلا نمیخوام تو چند دقیقه شده کلا اونجا ما مطرح کردیم. و بعد همون روزای نخست من گفتم که زدن بعدم یادتون نره اسرائیل هر کی رو تو الان زده خودش گفته، چون من تلویزیون اسرائیل E24 نیوز هم با من مصاحبه میکنن، یعنی من از مشاوران سیاسی هستم روی این تلویزیونشون که با و هم هر روز من گوش میکنم، هر روز E24 نیوز و مال اسرائیل رو من گوش میکنم. هرگاه که اسرائیل خودش عملیات انجام میده با افتخار میگه، چه پاسدار میکشه چه هسته‌ای میکشه خودش میگه. اینو فخریزاد رو فخریزاده نگفتن، حتی از آقای بنیامین نتانیاهو توی کلیسات پرسیدن، اینا من شنیدم دیدم هفته پیش، ایشون گفت که در این مورد نپرسین چون من جوابتون نمیدم. خب این یعنی چه؟ یعنی تصفیه فخریزاد در دست خود نظام جمهوری اسلامی بود. نظام جمهوری اسلامی، یکی که ایشون بیماریای دیابت و اینا من قبل تو برنامه مفصل شرح دادم داشت اینا، دومی که درگیریای مالی داشتن بچه‌هاش و خودش اینا، چون اینا اینم میلیاردها دلار در سال جابجا میکرد، مسائل مشکلات مالی داشتن. و بعد اون ویلایی که میگن توش کشته شده، بچه‌اش اونجا دختربازی میکرده، یعنی اسنادی هست که بچه‌اش تو همون سندای 8 سال پیش گفته میشه که اون ویلا جای دختربازی بوده، جای نبوده که خانواده. معماها و پرسش‌های بسیار بود. و چون آقای یاسر عزیز، جمهوری اسلامی به دو چیز معتقده، یکی به این فلسفه شهادت، من اینو با آقای دونالد ترامپ وقتی که براش نوشتم و ازش خواستم که پیش از ترک کاخ سفید 5 قدرت ایران رو بزنه، همونطور که قذافی رو زد، همونطور که صدام حسین زدن، گفتم بزنه، اینجا بهش گفتم، چون بعداً به من خبر دادن از کاخ سفید، این فلسفه شهادت رو تشریح نکرده بودن برای ترامپ که
این شیعه جمهوری اسلامی از کشتای خودش چه سوء استفاده میکنه. اینم فخری زاده شد سوء استفاده نظام که بگن ما یه شهید بزرگ دادیم اینا، اگر میخوان حمله بکنن به خودش کار دیگه میخوان بکنن، اینا باز بگن نه 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 او اینو زدن. من مورد دیگه این هست که قربانی اسماعیل قربانی شده، اینا به قربانی هم معتقدن، برای همینه که اینا خودشون میزنن، خودشون دستور میدن موافقت ظریف رو بهتون قاطع من اینجا میگم دیگه، برای قاطع میگم قربانی هدیه به تلویزیون کانالیه. پیش از این که برم بگم که شهرام عزیزم، من یکی دو سال پیش برنامه ازش دیدم که تو همین کانال یک از قاسم، همین یکی دو سال پیش به گونه دیگه یعنی خوب صحبت میکرد، بعدن این اتفاقات افتاد، حالا جای خودش داره. میخوام اینو بگم خدمتتون که ظریف مشخصا به عربستان سعودی اوکی میده که به ترامپ بگه که بزن قاسمو، و اون بعدونه که میزنن. برای همینه که خامنه ای همه گفتن این چه برکتی بود، نظام ما مستحکم تر شد، نظامش اونا خودشون گفتن. اینه که اینها ترور، این ترور ترور خود رژیم بود، برای این که آقای ترامپ هم تهدید کرد بود که میزنیم و چه و چه و اینا، یه جنجال جهانی را انداختن. اینم از اون کارهای اطلاعاتیشون بود که تا حالا زیاد کردن و میکنم. بسیار ممنون. فرقی نداره. بسیار. اینجا اینا بگم آخری. خواهش میکنم. به خاطر این میخوان بگن که آقا این اسرائیلیا بودن، انوسیا بودن، مجاهدین خلق بودن و میخوان اینها رو سرکوب کنن. اینا من بارها توصیه کردم که مواظب باشن بچه‌ها مواظب باشن که جمهوری اسلامی میخواد بعد از اینکه جانشین خامنه‌ای، قبل از اینکه جانشین خامنه‌ای رو معرفی بکنه، میخواد در داخل کشور یه تصفیه کلی چند صد هزار نفره به وجود بیاره شوربختانه، و به اسم مجاهد و به اسم اسرائیلی و به اسم چه بزنه. برای همین خودشون شروع کردن به گفتن نفوذ 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 نفوذ. بسیار ممنون از حضور شما و توضیحاتی که دادید. امیدوارم که این در واقع برنامه ها ادامه پیدا بکنه و از اطلاعات شما مستفیض بشیم و در واقع تجربیات شما بتونه به ما کمک بکنه در نگاه به در واقع آینده و سیاست یا فرهنگ ایرانی، چون میدونم که شما بسیار زحمت کشیدید در این راه و خیلی هم کمک کردید. با شما باشیم، با خداحافظی و بینندگان جناب سیاوش اوستایی گرامی. یاسر عزیز، بسیار شادمانم که با شما بودم، برات آرزوی توفیق دارم در راه. یک برنامه دیدم چند تا شو، خیلی جالب بود، خیلی جالب و خوب. از برادرم شهرام اومویلم سپاسگزار هستم به خاطر رابطه‌اش و فرصت دادن به جوانان خوش‌اندیشه چون تو نازنین که بتونید مسیر نوینی رو در میان رسانه ها باز کنید. میبوسم همه بینندگان شما رو و آرش عزیز کارگردان رو، همه رو ازتون سپاسگزاری میکنم با آرزوی فردای نیک و آزادی ایران. بدرود خدا. بزرگوار هستید، بسیار بسیار ممنون. وقت چندانی نداریم. من دیدم اینجا یکی از دوستان خانم لیلا حسینی نوشته که آقا یاسر خودش با نیروی انتظامی و اطلاعات سپاه در ارتباط، همین هفته پیش ارتباط داشت با اطلاعات سپاه. دم شما گرم لیلا خانم. شما کجا بودید؟ من داشتم با بچه اطلاعات سپاه حرف میزدم. فقط آدرس بدید دفعه بعد که داشتم تماس میگرفتم شما باشید، حالا با هم به هر حال مستفید بشیم از بچه های اطلاعات سپاه. و خیلی ممنون. من فقط بعدا که اومدی کامنت بذاری نقش خودت هم تو اطلاعات سپاه بگو، برای بودی دیگه. امیان شما کجا بودی اون قضیه؟ شبانه با شهرام همایون برنامه بعدی. امیدوارم شاد و آزاد و سربلند باشی. با تشکر از همه دوستانی که استیگر خریدن و همه کسایی که حضور داشتن در یوتیوب کانال یک، و تشکر از جناب سیاوش اوستای گرامی. شبانه با بهداد جاویدان با کلامی که دارن و خیلی دلنشین صحبت میکنن، امیدوارم که لذت ببرید از اون برنامه. شاد و آزاد و سربلند باشید.